همونطوری که دارین مسابقات هفتگی رو دنبال میکنید دیدید که از جدول 32 تا رفتیم تو 16 تا از 16 تا رفتیم تو 8 تا و حالا رفتیم توی چهار نفر پایانی بازی با دانیال قومیان یک بار باش بازی کردم توی همین بازی های مسابقات پلیلیست مسابقات اسنوکر هفته ای یا مسابقات اسنوکر با من هستش میتونه تماشا بکنیم اما این بار در نیمه نهایی با هم دیگه برخورد کردیم بریم با هم دیگه ببینیم توی نیمه نهایی چه اتفاقی رقم میخوره با من همراه باشید خب اونطوری که روی تصویر داریم مشاهده میکنید دانیال قومیان عزیز در مرحله نیمه نهایی با هم دیگه برخورد کردیم واه یه اتفاقی هم تو این بازی میفته ببینید جالبه حتی اتفاق خوبی نیست ولی باید ببینید دیگه اصلا اتفاق خوبی نیست واسه یه بازی کن اوکی okay. بریم بریم تو بازی چه اتفاقی داره رقم میخوره فقط همین اول ویدیو لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه با این کارتون کلی از بیلیارد شو به کلی از بیلیارد شو و اسنوکر شو حمایت کردید با این کارتون دانیال عزیزم از اون طرف همه گه رقبای خودش رو برده و رسیده به باری کلا رسیده به نیمه نهایی خیلی خوب میزنه واه چه قرمزی زد با رست تا اینجا قصه 16 امتیاز کسب میکنه و توپی نداره برای زدن و به قول خودم سیف میکنه ماسک شدم سیف جیه ماسک شدیم دک خورد اول به صورتی بگی نگاه کن خیلی شیک توی نیمه نهایی بازی حساس آفرین دو بار زدم به صورتی یعنی در تلاش هم توپ ندم ها اینکه میخوره به صورتی بحثش اینه تمام هدف هم اونجا بزنم هیچ توپی بعدش ندم اما یه حال دوازه امتیاز هم اینجا رفت 28 امتیاز در شروع بازی دانیال قومیان شد ببینیم که در ادامه ماجرا چه اتفاقاتی رقم میخوره میگم این اتفاق خیلی خیلی بد میفته تو این بازی میگم به طور روی تصویر بدتر از این دیگه نمیشه خب اینجا هنوز اتفاقی نیفتاده هر دوتا داریم سیف میکنیم فریم اول هستش واه چه قرمزی زدم چه قرمزی زدم آیا قهوه رو گرفتم فکر کنم گرفتم قهوه رو قهوه رو میزنم میز میز خوبی نیست میز جذابی نیست این از قرمز بعدی سبز قرمز صورتی آبی زیاد دنبال جنگولک بازی نیستم که برم بچرخم اینجا دوباره به اون ای که توی ویدیوی قبلی به شما توضیح دادم اومدم بالا و اینجا صورتی رو نمیزنم سعی کنم از این 28 تایی که عقب بودم 23 تاش رو جبران بکنم و فاصله رو کم بکنم بازیگان رو با تجربه هستش دانیال و باهاش نمیتونید باز بازی بکنید اگر اجازه بدین که فاصلتون باهای زیاد بشه دیگه بردنش کار سختیه نه اینجا قرمز رو میزنه میس میکنه آیا توپ به من دادم اون قرمز اون که بعید نداره داره داره, داره. خب میذارمش پشت قهوه ای آیا در میاد از اسنوکر در میاد نه میخوره به آه خورد باری کلا چند سیبانده در اومد عجب توپی زمان من فکرم میخوره به مشکی چرا سی اگر از این تیشرت های خودم دوست دارید که طرح بیلیارد شو اسنوکر شو هستش از در سایز های مختلفی هم هست میتونید که سفارش بدید توی اینستاگرام براتون ارسال میشه هر جایی که از ایران هستید اینجا یه میس بد میکنه قرمز رو و اینجا اسکور اونو صاف میکنه فقط میخواد چون فول بال بود فقط میخواستم بندازمش چقدر قشنگ این کار کردم میدونست میخواستم چیکار بکنم میخواستم کیوبالو بنازم پشت آبی خیلی قشنگ زدم اوکی حالا یه امتیازم من شدم ولی همین که اسکور رو تونستم ازش بگیرم نذارم این چه کار سمی بودن همین که نذاشتم فاصله زیاد بشه خودش کلی هنره اوه او 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 او, او, او کار میکنه نیما این چه توپیه تو میزنی پسر خب حالا دو تا گزینه داریم یا اینکه به زور برم سبز و پات بکنم یا که اسنوکرش رو کنم که که خیلی راحت در میاد واح توپا توپای سمیه دوباره رفتیم برای اسنوکر کردن البته بچا اینجا تو ویدیو نمیبینه من قشنگ میرم اونور ویدیو نگاه میکنم ببینم داره یا نه که قشنگ ببینم بازیکن فول اوخ 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 خالی رفت خالی رفت اینجا ازش پرسیدم میخواستم اورجینال پوزیشن فکر کنم بذارم چی شد سب کنم آره همه گفتش که رو داشتم و من کلا حرف آدم ها رو میخرم میدونی چیت میگم و احترام به حرفش قبول کردیم دوباره همونجا که خودش صلاح میدونه من همیشه بچه با هم بازی میکنم یه جمله رو از من میشنوم خیلی زیاد و اینکه میگم هر جا شما بذاری درسته چون نه این جمله رو میگم شما هر جا بذاری درسته اوکی این جمله رو من زیاد بچه ها میشنوم تو مسابقه اینجا قرمز رو میزنم و سبزم پات میکنم یه چیزی هم شدیم ما یازده تا من وه و و و وح و وه وح وح چه پاتی میکنه توی نیمه نهایی نه خوب نسده خواستم قهوه یو بگیرم بد زدم آقا سیزده تا من سیزده تا نیفتی نیفتیم ور نیفتیم ور دهنمو سرویس بشه آفرین دیدین چقدر قشنگ زدم میخواستم خواستم ببرم چی شد از این چه ضربه بود من زدم این نکته هم به شما بگم اگر تو مسابقه شرکت میکنین هر مسابقه هفتگی کشوری استانی هر چیزی که هست تجربه هم اگر بخوام به شما بگم اینه که باری کلا اینکه فکر نکنید نیمه نهایی و دیگه الان بردین و میرید فینال و فلان و بیسانی حرفا هر بازی رو شما یک فینال در نظر بگیرید اسکور ده تا هر بازی رو یه فینال در نظر بگیرید که آقا این بازی اصلی است نه اینکه الان تو ذهن دین رو مثلا ببری بگی که تمام دیگه رفتم فینال همچین چیزی نیست آقا چهار تا دیگه کم اسکور شیش تا خیلی نظر خودم خوب گرفتم اولش خیلی خوب شروع کرد وای چه آبی داد میزنم میزنم وای 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 وا 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 دوباره اینجا، ضربه جذابی نیست، یه موقعیت خوب برای دانیال عزیز نمیزنه نه، بدتنی حالتش همین بود که بخور به صورتی چون اگه به صورتی نمیخورد، بیشتر قل میخورد، و فکر میکنم آبیو به میداد، اوخ 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 چه شانسی رو چه شانسی آوردم؟ نه چه شانس یه داره میزنه دیگه چه شانس یه بارم اوه شانس یه بارم نزد عشان توپو بهش دادم دیگه وای تو این موقع ها اسنوکر بشه دیگه واقعا اوج سم بودن یه ضربه رو میرسونه وای کیوبال افتاد ولی خب کیوبال افتاد شیش تا بود شیش و پنج یازه 5 ام... ببین خیلی فرقی نکرد این خطایی که داد آره میدونم حالا من با چرا دیگه خیلی فرق کرد چون من اینجا با آبی فریم میشم اونجا با آبی فریم نمیشدم چرا خیلی فرق میکرد الان که دارم حساب میکنم خیلی فرق قصه است اون طرفم نیمه نهایی اگر اشتباه نکنم فرزاد قدوه داشت مجید قنیپور درست میگم مجید قنیپور داشتم با هم دیگه میز بغلی ما نیمه نهایی بازی میکردن این سمت چپ که شما میز میزو اون میز شماره یک این میز شماره دو, دو به چه آبی میزنه آقا نیما چه فریم بالی میزنم و اینم از توپ صورتی اوکی تونستم با یه بازی کنترل شده فریم اول رو ببرم با هم دیگه بریم به سراغ فریم دوم حتما چک بکنی لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه هر کامنتی که دوست داری برام بذار و کلمه بیلیارد شو اسم شو رو حتما فارسی انگلیسی برام بنویس اگر که چیزی به ذهنت نمیرسه میخوای برام کامنت بذاری استیکر هم بذاری اوکیه بریک میکنه دانیال عزیز تونستم یکم با صبوری فریم اول رو ببرم و اینجا ماسک میشه آیا خارج میشه؟ آیا خارج میشه؟ بله خوبم خارج میشه توپو داده فکر کنم بله توپو داده با یه کنان خوب به آبی سبز رو میگیرم آفره این تنها دلیلی که این توپا نمیابده فقط بلند شدن از روی است ولا غیر آفرین واه یه لانگشات خوب ولی پشت سبزم وایستاد ولی قرمزه نیفتاد اینجا قرمز زدم برم برای آبی برم آیا آبی میزم یا قهوهی قهوهی راحت تر بود برام که بیام این برمیز میز آ اینجا چه توپی میگیرم چه توپی چه شلیکی دست طلا دست طلا آها ای. آه خواهی میکنم این چه ضربه بدی بود هر ضربه که من خطا میدم فقط بدون بزن دیگه حالا عذرخواهی کردی اون صورتی رو بزن دیگه شانس با تو یاره نباید بزنید تو دیوار که تمام ضرباتی که میس میشه فقط سر اون بلند شدن از خیلی بحث تخصصی ها یعنی باید خیلی اسنوکر باز باشی بدونی من دارم در تو چه لحظه ای با صحبت میکنم بلند شدن از ضربه رو من نمیگم ها نکن همزمان بلند میشم اینا الان تو ویدیوهایی که دارم میبینم دارم در میارم خیلی عجیبه به شدت و دوش کار بکنم آقا علا ایو حال تو فریم دوم بیست و سه چهار تمام تلاشم کردم خوب میزنه دانیال لانگشات ها رو خیلی نزدیک میزنه و اینجا من نمیزنم اینجا یه قرمز آمشکی میزنه او مثل اینکه اون قرمز جلویه نداشتش فکرم داره اوه یه قرمز خوب یه صورتی بعد اوه، اوه،, اوه،, اوه اوه که نمیفته او قطعا اگر تو مسیرش مسیر پاکت بود صد میفتاد میبینین دانیال همه رو میزنه یا تو فکی پاکت میخوره یعنی دور نمیزنه خب این بهترین حالتی بود که نرم اون ور میز اون ور میز خیلی گذا بیریخ بود خب میخواد بره پشت قهوه آبی و قهوه ایک اتفاق رقم نمیخوره آه خب خوبه حالات همین که توپ ندیم خوبه آی 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 ضربه ریسکی زد احتمال داشت بخوره به صورتی بیفته خب سفید که یه دونه قرمزه که اتوماتیک وار احتمال افتادنش هست با بسر صورتی هم ننداخت 24 دوازده کلن اسکور دوازده تا من هستم خب نه اینجا چون میدونستم که بال نمیافته زدم با خیر راحت ها توپ مشکی به بدترین حالت ممکن نه نمیافته سیف میکنه نه اینجا یه ضرب دو منظوره میزنم و خوب که چه کنم داره قرمزو دیگه هم میدل پاکت داره هم یکی کورنره رو داشته اینجا یه کنان خوب میکنه صورتی رو میگیره از میکنه بابت کنانی که صورت گرفته بعد چیزی به شما بگم من کلا با شانسی زدن حریف هم اصلا ابدا مشکل ندارم دلیل اینه که آقا با دست که این کار انجام نمیده که حالا اون که از خواهی میکنه که از روی ادب و شعور بازی کنه و میخواد نشون بده که آقا من فرهنگ این ورزش رو دارم اوکی ولی کلا ناراحت نمیشم چون اولا که برای منم میتونه اتفاق بیفته دوم اینکه بازی دیگه توپ به گرده میتونه اتفاق رقم بخور او او, او او چه صورتی سمی سم میزنه اینجا یه شیشتایی هم میشه دانیال آه باز این قرمز رو نزد اگر مشکی رد بکنه شاید یه اتفاق بیفته نه 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 چنگی به دل نمیزنه اینجا با یه ضربه نمیدونم برای چی سفید میاد وسط میز قرار میگه یعنی بدترین جای ممکن 25 32 آه چه آبی رو نمیزنه چه آبی رو نمیزنه و اینجا ببینیم چ چه... کدوم توپ انتخاب میکنه آره خب خوبه دیگه هم کیوبال هم افتاد هم قرمز و گوش هم براش دم پا کرد البته یه دبل کیسی صورت گرفت که باعث شد که کیوبال من بیفته دوباره صورتی رو گرفته و آخ این بار نمیزنه دفعه قبل این صورتی انداخت خب اینجا سعی کردم کیوبالو زیر بان نگه دارم میدل پاکت داره هم سیف داره هم آه نزد همین که فقط ماکس نشه آک هله هی جان جان باری کل چه قشنگ پشت سبز نگرداشتم اوکی اینجا دانیال میا قرمز رو میزنه اسکور چیه؟ بزنی س... سبز هم بزنه بشه چهل و یک که ما بگیم شونزه تا دانیال قومیان هستش توی این فریم اوه شانس تو توپ زرد نمیافته سبز رو نمیدونم داره اون وسط یا نه یعنی یادم نمیاد دروغ چرا ولی دیدم یه دیوار دفاعی خیلی خوشگل و تر و اونجا دانیال درست کرده میشه ازش خطا گرفت بعید میدونم واری کلا نه ماسک خفنی نبود ولی یه دیوار دفاعی خیلی خوشگل اونجا شکل گرفته که خوراک خودم برای اسنوکر گرفتن دقیقا منظورم اینه با باری کلا دست خوش خارج میشه از اسنوکر ولی باز هم شرایط شرایط خوبی واسه اسنوکر گرفتن نه خوب ولی سبز آزاد شد دیگه حالا باز به خیالمون هم باز راحت تره ولی همچنان میز موقعیت خوبی داره اینجا بهترین جایی که آه اینجا اگه زرد و کار بیخ پیدا میکرد خواهد اینکه صاف وش توپ سبزه موقعیت خوب نه نمیزنه و زردو رو به من میده زرد به من میده با یه زاویه خیلی خوب که بتونم کنون کنم با توپ سبز دقیقا همین کاری که من نکردم <applause> چطوری کیو بال از اونجا رد شد یعنی من صد تا بزنم یه دونش نمیتونه اونجا نره و اینجا ماسک که در میاد آفرین چقدر من میتونم بدشانس باشم که اون اونجا در بیاد ماسک نشیم حالا شدیم شدیم ولی نه این هم ماسک سختی نبود آقا گفتیم اسکور چیه؟ گفتیم اسکور 16 یه دو تاش رفت 14 تا الان 11 تا شد اسکورمون 11 قهوهی چسبیده به بام بابا چی کار میکنیم ما باور کردنی نیست اینا اسنوکر نمیشه باور کردنی نیست خب بریم بریم که یازده تا آیا میتونم جبران بکنم واه عجب چهاری عجب قهوه ای عجب انگلی عجب زاویه ای بله بله آیا مشکی رو میزنم نه یا زیربان نه یا زیربان <T |ar|> <nhưng about words> <Purv. t> <ederim> تو یعنی قهوه به اون سختی و زدی آوی و اون خوشکلی پشت صورتی نگرش اون مشکی و دلیلش هم میگم پاور و نوع ضربن بود نیفتاد آفرین اینو دیگه عالی زدم این فکر کنم بهترین ضربه بود که تو کل این تورنامنت زدم <applause> وا چی زد دانیال چی کار کرد ازن اینجا فکر کنم ازش پرسی نگودم وا چه مشکی زد اینجا فکر کنم دانیال پرسی نگودم دانیال خورد بهش این تو تصویر معلومه فقط شما هم دیدین یا من احساس کم خیلی کم برخورد کرد یا این مشکی ببینید نه زیاد خورده من فشار بازی روم بوده نگرفتم مطلب و اینجا هم اکسنشن گذاشتم ته چوب و یه قهوه یه شیک و نه کلا یه چیزی یادت باشه من اگر ضرباتمو کلا محکم نزنم که باعث میشه بلند شم روی ضربه و نرم بزنم فکر میکنم بالای 80 تا 90 درصد ضرباتم پات میشه بلا استثنا اوکی الو ایوها توی بازی نیمه نهایی با توجه به اتفاقاتی که رقم خورد دو هیچ به نفع من هستش اون اتفاقی که بهتون میگم توی این فریم میافته ببینید اگه یادم بمونه کجای بازیه بهتون میگم اتفاق بد خب اینجا خیلی سخت بود میخواستم برای مشکی نگردم فقط یادم یه زاویه خاصی مشکی داشت برای همین تصمیم گرفتم که اونجا نگه ندارم به این یه ضربه خوبه این سیف تر و تمیز و مرتب و منظم خوبه که منو راضی نگه میداره حالا من من چیز کلی به شما بگم من اگر خوب بازی بکنم به بازم سر سوزن ناراحت نمیشم یا خوب بازی کردم حریفم خوب زده نوش جونش موقعی که بد بازی میکنم میره تو موقع خودم موقعی که تو بازی نمیرم حالا تو بازی نمیرم که اصلا یه بحث پیچیده روانشناسی عجیبیه که حالا بران در صحبت میکنه اما علی حال توی فریم سوم دانیال عزیز ده، 11 امتیاز کسب کرده ببینیم که چیکار میخواد بکنه آبی رو وا آبی رو میزنه ولی سیف میکنه دو منظوره میزنه ببین یه موقع ناگه من الان زیر دست نداشتم تنها جایی که میتونستم سیف بکنم این بود که قرمز رو بفرستم لای قرمزای دیگه و کیوبا رو تقریبا زیر بان نگه دارم که به نوعی ضربه سیف زده باشم آها آه بچو بچه 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 حواسم پرد شد بچه شد چی شد دقیقا همینجا بود اصلا حواسم پرد شد شو... آها آه اینجا بچه دقیقه. اینجا ناکن قرمزه است نیازی به اف زیر نکن پخ چه اف زدم چی شد چی شد اینجا رو ببینید تیپ چوب رو ببینید حالا اگه تونستم رو براتون میذارم روی چیز روی تصویر ببینید نصف چوبم رفت نصف نسج... افتاده رو میز نمیدونم بیام تصویر اوکی اینجا زلوش یک رو بازیمون متوقف شد و تا بریم تیپ چوب منو عوض بکنیم چسب بزنیم فلان کنیم و بیسان بکنیم آه... زمان بردش تیپی که بچه مثلا یه اشتباه بزرگ من کردم اینجا اونم اینه که همیشه تجربه من به شما من این اشتباه این کار کردم نمیدونم چون این کار کردم چون فکرش نمی ولی شما همیشه از یه تیپ که خوشتون میاد و آگاهی دارین اوه 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 او چه ضربه سم میزدم از یه تیپی که آگاهی دارین و باهاش راحتین و اوکی و فلان و بیسان و این حرفا باید دو تا ازش بخرید نه یکی اوکی میگی یعنی چی؟ یعنی که یه دونه روی چوبتون بعد قرار بگیره یه دونه هم بگیرید همیشه همراهتون باشه تو کیستون باشه حالا هر چیزی که هست خب اه... اسم که کردم موقعی که این اتفاق برای شما میفته تیپ داشته باشید که استفاده کنه حالا من الان چی انداختم من مجبور شدم جیتیری بندازم روی حالا میگه آقا جیتیری مگه تیپ بدیه نه جیتری تیپ بعدی نیست ولی اون تیپی که من الان میخوام بندازم روش جیتیری نبوده گرفتی چی بهت میگم و همین دیگه یعنی یه تیپ دیگه میخواستم بندازم دیگه مجبور شدم به خاطر مسابقه جیتری روی جیتری تیپ خوبیه ها رخص به تفاهم نشه ها حالا من دنبال یه تیپ هستم اون تیپ ها رو اگر بیاد اگه قیمتی شو حساب بکنید پنج برابر جی تیری فقط پول اون تیپ هست اندرو اورجینالش نیومده اورجینالش بیاد هم خودمون واسه فروش داریم هم ارزان به حضور گرامتون که رو تیپ خودم رو چوب خودم می واقعا این چوب باید اون تیپ رو بندازی روش حیفه یعنی اون پاور چوب رو حروم می کنید. البته اینو به شما بگم تیپ کلا یه چیز سلیقه‌ایه مثلا جی 3 مدیوم هارده مثلا من هارد بازی می کنم اینو چیت میگم بعد جی 4 هست جی 5 هست خیلی تو چیز داریم تیپ داریم ببین ما الان من خودم الان این تیپی که میخوام بنازم روی چوبم بازم به یه ویدیو کامل براتون درست کنم اگه بخواید بدونید چیه الک ولی الک مستری که شما تو باشگاه ها میبینید نه الک اونا هلوشه فکر کن الک مستر ها 250 هزار تا همین هلوهوش قیمتیه اون الک مستر پرو من میخوام بندازم که هلوهوش یک میلیون هر یه دونه تیپ خیلی فرق میکنه هم بازیکن جهانی همش الک هست اکثرا دارن ولی حالا اگه حال بریم یعنی که تو این بازی چه اتفاقی افتاد تیپم عوض کرد اه اوکی بود برای حالا رفع کتی اوکی بود دیگه قاعدتا باهاش هم واقعا خوبم میزنم ولی خب تیپ هارد من بیشتر میپسندم دیگه یه سری میگم آقا جی تیری که بعد از یه مدت هارد میشه من اون تایم نرم نرمیشو دوست ندارم دیگه چی بگم دیگه اوکی 51 یازده شدیم توی این فریم 40 امتیاز جلو هم و یه کنم از دانیال عزیز میکنم که بابت اینکه من تیپمو عوض بکنم صبوری کرد دستشم در درد نکنه چون میدونم بازیکن ها سرد میشن بازم ازش تشکر میکنم دیگه اگه موضوع برعکس هم بود همین بود دیگه منم صبر میکردم که چوش به یه حالت استاندارد برسه با هم دیگه بازی بکنی ولی باز از روی ادب ازش تشکر میکنم اینجا چی شد؟ چه ضربه ای زدم اوه 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 اوه, اوه, اوه. اوه 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 کلا این قشنگی مشکی زدم و نیمید اصلا خوشی به ما نایمده یه دونه قرمز اون داری بزن بعد مشکی رو به اون خوشگلی پات کن کیوبالت بیفته این دیگه چه سمه اوه اوکی آکه آقا اختلاف چون بیشتر از میز هستش چیز نداره اورجینال اه... پوزیشن نداره درست میگم دیگه نه اورجینال پوزیشن داشت نزد اورجینال پوزیشن داشت نزدش دیگه دارم کم کم با این تیپ جدید دارم شلیک میکنم حالا خب اینو به با شما بگم این که گفتم اتفاق بدی افتاده بازیکن های حرفه ای میدونن تیپ نو اصلا سم میه واسه خودش یعنی تا ضربه بخوره جا بیفته اصلا افه نمیگیره تا موقعی که قشن شکل نگیره اون اول خودمون بادش خالی نشه چون با تیپ باید بازی بکنی حالا حالا تا شکل بگیره نه سبزم میزنم قهوه‌ای بریم ببینیم که یه لانگ شات آبی با تیپ جدید فریم هم به بازی که تموم شده است ببینیم توپ آبی رو چیکار میکنم اینجا رفتم چیکار کردم اینجا فر... نمیدونم چیکار کردم گچ گچ هم, هم تامه بچه اونا که نمیدونن و اینکه فرود روی لاین پنج چهار سه دو یک عقب پاز بوم این هم از آبی و بریم که یه فینال خوشگل رو با همدیگه تماشا بکنیم اینم از صورتی و اینجا با دانیال عزیز دست میدیم و تمام خب رفقا اینم از اتفاق بدی بود که افتاد تیپ شکست و تیپ نو خیلی سخته برای کسایی که اسنوکر بازم میگیرن دقیقا من منظورم چیه تا اون تیپ شکل بگیره خیلی زمان میبره اما بازی بعدی بازی فینال از دست ندید لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه تا این شب دیگه یه ویدیو دیگه خیلی دوستتون دارم چکرین چک عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از چو دریافت بکنید پکیج آموزش تصویری بیلیارد و اسمی که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد و اسمی که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش